یکی از ساده ترین اصول عقلانی و اخلاقی اون هستش که وقتی کسی در امری مشارکت داره نیاز به اجازه اون وجود داره، همونجوری که اجبار کردن فرد مستقیم یا غیر مستقیم برای رابطه جنسی تجاوز محسوب میشه، اجبار کردن اون فرد برای غذا خوردن، کار کردن، خوابیدن و در مثال ما بچه آوردن نقض اولیه ترین حقوق انسانی اون هستش. حالا مثال غذا خوردن رو برای این آوردم تا پاسخی باشه برای اونهایی که اظهار میکنن که چون فرزند آوری یک امر مثبت هستش و ضرری رو متوجه فرد نمیکنه، اجبار در اون بلا اشکال هستش. خب خندداری این استدلال مثل اینه که بگیم اگه فلان فرد رو بدون خشونت مجبور به سکس کنیم چون اون لذت هم برده پس کار ما اشکالی نداره. حالا بگذاریم از این دیدگاه که ممکنه فرزندآوری اصلا امر مثبتی نباشه حداقل در برهه‌ای از زمان و خشونت هم همیشه فیزیکی یا مستقیم نیستش. اما مسئله لزوم رضایت در فرزندآوری حتی از موارد مشابهش هم مهمتر هستش، به خاطر اینکه فرزندآوری تنها در عمل تولید مثل خلاصه نمیشه. هر فردی که نقشی در به دنیا اومدن یک فرزند داره متعهد به حمایت مالی، عاطفی و غیره در آینده هستش، حداقل در بخشی از عمر خودش یا اون فرزند. یعنی شما وقتی کسی رو مجبور میکنید به فرزندآوری، در واقع علاوه بر اجبار بر عمل ناخواسته، اون رو ناخواسته متعهد میکنید که وقتش رو، مالش رو، احساساتش رو در آینده اختصاص بده به اون فرزند. حالا عده‌ای هم ممکنه این موضوع رو رد کنن، بگن که یکی از والدین میتونه بعد از به دنیا اومدن بچه‌اش حمایت مالی یا عاطفی رو از کودک نکنه و اجباری برای اون نیست. ولی یادمون باشه که این موضوع اول از همه آسیبش رو به کودک میزنه. اینکه یکی از والدین در خانواده خب هیچ رابطه‌ای با کودک نداشته باشه آسیب جدی به کودک وارد میکنه. و ثانیاً مخصوصا در زنها اصلا فرزندآوری مختص به به دنیا آوردن بچه نیستش. 9 ماه حاملگی، عمل زایمان هستش، شیر دادن هستش و همه اینها تاثیرات خیلی زیادی بر سلامتی و کار و خیلی چیزای دیگه میذاره. حالا واقعا میتونیم به راحتی یک فرد رو مجبور بکنیم که چنین مجموعه بزرگی از اتفاقات ریز و درشت رو قبول بکنه؟ فرزندآوری هیچ وظیفه هیچ زوج یا فردی نیست و ازدواج هم تعهدی رو برای این امر به وجود نمیاره. خشونت برای فرزندآوری در بسیاری از موارد یه سری فشارهای روحی هستش و به صورت غیر مستقیم هست که اصلا شاید هیچ دادگاهی نتونین شما این رو درش ثابت بکنید. و برای ما بیشتر نیاز داریم به فرهنگ سازی و آموزش تا فراتر از آسیب‌هایی که فرزندآوری اجباری داره نسلی به دنیا بیاد که پدرها و مادرهای بالغ و آماده منتظر اون فرزند باشن. مطمئنن رضایت در این امر اولین قدم برای داشتن یک تعهد جدی نسبت به مسئولیت فرزند داشتن هستش. و گذشته از اون، پدر مادری که خودشون قربانی خشونت و اجبار برای به دنیا آوردن بچه هستن، خودشون احتیاج به مراقبت دارن و احتیاج به حمایت دارن و مسلماً این پدر و مادر نمیتونن پرورش دهنده های خوبی برای فرزندانشون باشن.